وزارت دفاع روسیه 720 نظامی اوکراینی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای در خصوص روند ادامه عملیات روسیه در اوکراین در 24 ساعت گذشته اعلام کرد طی شبانه روز گذشته نیروهای مسلح اوکراین به تلاش برای انجام عملیات تهاجمی در محورهای دونسک جنوبی، زاپروژیا و دونسک ادامه دادند. وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید در محور دونسک با اقدامات فعال واحدهای گروه جنوب 8 حمله کییف با موفقیت دفع شد. همچنین 210 نیروی نظامی اوکراینی کشته شدند. بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند در محور دونسک جنوبی 4 حمله دشمن دفع شد. اوکراین 380 نیروی نظامی خود را از دست داد. در محورهای کوپیانسکی و کراسنولومانسکی هم بالغ بر 130 نظامی اوکراینی کشته شدند. هشدار نسبت به احتمال فرمان پوتین برای حمله به سوئد. سوئد در تلاش است تا توان دفاعی خود را تقویت کند و سال گذشته پس از تهاجم روسیه به اوکراین برای پیوستن به ناتو درخواست داده است، اما ترکیه و مجارستان هنوز این درخواست را تایید نکردند. شبکه تلویزیونی SVT سوئد به نقل از منابعی که روی گزارش کمیته دفاع مجلس سوئد کار می‌کردند، در گزارشی گفت گزارش پارلمان که قرار است روز دوشنبه منتشر شود، می‌گوید اگرچه نیروهای زمینی روسیه در اوکراین مستقر هستند، اما احتمال انواع دیگر حملات نظامی مسکو علیه استکهلم را نمی‌توان رد کرد. این گزارش می‌افزاید روسیه همچنین آستانه تحملش برای استفاده از نیروی نظامی خود را کاهش داده است. در همین حال توانایی روسیه برای انجام عملیات با نیروی هوایی، نیروهای دریایی، سلاح‌های دوربرد یا سلاح‌های هسته‌ای علیه سوئد دست نخورده باقی مانده است. بنا به گزارش این شبکه تلویزیونی، گزارش کمیته دفاع مجلس سوئد یک دکترین دفاعی جدید را برای استکهلم ترسیم کرده است که بر اساس عضویت در ناتو به جای دکترین قبلی مبتنی بر همکاری با کشورهای شمال اروپا و اتحادیه اروپا است. در ادامه این گزارش آمده است مانند بسیاری از کشورهای غربی، سوئد نیز پس از پایان جنگ سرد بودجه دفاعی خود را کاهش داد، اما پس از حمله روسیه به اوکراین این کشور بودجه دفاعی خود را افزایش داده و قرار است عدد آن تا سال 2026 به آستانه 2% کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ناتو برسد. افشاگری پوتین درباره توافق استانبول، زلنسکی زیر میز زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با رهبران آفریقایی که با هدف میانجیگری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف دیروز راهی سن پترزبورگ شده بودند، برای نخستین بار اسنادی محرمانه را افشا کرد. پوتین در این نشست فاش کرد که پس از توافق صلح پارسال بین مسکو و کیف در ترکیه، نیروهای روسیه از کیف و مناطق تحت کنترل اوکراین خارج شده بودند. وی اضافه کرد که پس از خروج داوطلبانه نیروهای روسیه به عنوان بخشی از این توافق، کیف از امضای توافق خودداری کرده است. به گفته پوتین، مسکو و کیف در بهار 2022 در استانبول به طور ضمنی با پیشنویس این توافق که پیمان بی‌طرفی دائمی و ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین نام داشته، موافقت کرده بودند و پس از آنکه روسیه به تعهدات خود ذیل این توافق عمل کرده و از کیف خارج می‌شود، اوکراین بدعهدی کرده و از امضای توافق خودداری می‌کند. بر اساس این سند، انگلیس، چین، روسیه، آمریکا، فرانسه و ترکیه به عنوان ضمانت دهندگان ایفای نقش می‌کردند. به باور پوتین، عدم تعهد کیف به این توافق ناشی از اقدامات و تلاش‌های مخرب غرب بوده است. رئیس جمهور روسیه به نقل از گزارش نشریه فارین افرز خاطر نشان کرد که این بدعهدی اوکراین با سفر بوریس جانسون نخست وزیر وقت انگلیس به کیف تلاقی داشته و جانسون تلایه‌دار تلاش‌های غرب برای مانع تراشی در مسیر اجرای این توافق بوده است. به نوشته این نشریه، چند منبع آگاه بیشتر درباره تاثیر تلاش‌های جانسون برای متوقف کردن مذاکرات روشنگری تایید کرده بودند که در جریان سفر به کیف، جانسون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را ترغیب کرده تا مذاکرات با روسیه را به دو دلیل اصلی متوقف کند. نخست آنکه مذاکرات با پوتین ممکن نیست و دوم اینکه غرب در حال حاضر در آن برهه آمادگی پایان جنگ را ندارد. به نوشته فارین افرز، این افشاگری توصیفات اوکراین از شکست روسیه در نبرد کیف و همچنین خروج مسکو از پایتخت و حوالی اوکراین در بهار پارسال را در حاله ای از ابهام قرار داده و علاوه بر این مهر تاییدی بر این جمله پوتین بوده: جنگ اوکراین برای غرب جنگ نیابتی با روسیه است. در همین راستا پوتین در این جلسه تاکید کرد که بحران غذا در بازارهای جهان ناشی از اقدامات غرب بوده، نه عملیات نظامی روسیه در اوکراین، و بحران در بازار بین‌المللی مدت‌ها قبل از وقوع جنگ ایجاد شده است.
در همین راستا پوتین در این جلسه تاکید کرد که بحران غذا در بازارهای جهان ناشی از اقدامات غرب بوده، نه عملیات نظامی روسیه در اوکراین، و بحران در بازار بین المللی مدت‌ها قبل از وقوع جنگ ایجاد شده است. پوتین در دیدار با هیئت اعزامی آفریقا ضمن ابراز آمادگی روسیه برای مذاکرات سازنده با آنهایی که خواستار صلح هستند، رویکرد میانه و متوازن میانجیگران آفریقایی در قبال جنگ اوکراین را مورد تمجید قرار داد. هیئتی از رهبران آفریقایی به ریاست سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی به منظور بحث و تبادل نظر درباره طرح صلح احتمالی جهت حل و فصل بحران اوکراین به مسکو و کیف سفر کردند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.